روز 61 کمک کردن گفتگو کتایون ممکن است یک لطفی به من بکنی؟ کیوان حتما کتایون من کیفم را پیدا نمی کنم می توانی به من کمک کنی؟ کیوان بله حتما من اتاق نشیمن را می گردم کتایون آیا آن را پیدا کردی؟ کیوان نه اینجا نیست آخرین بار کی آن را دیده ای؟ کتایون صبح که به کتابخانه رفتم آن را داشتم کیوان آیا فکر می کنی ممکن است آنجا جا گذاشته باشی؟ کتایون شاید من با کتابخانه تماس می گیرم و از آنها می پرسم کسی آن را پیدا کرده است؟ کیوان صبر کن آیا این است؟ کتایون بله آن کیف من است ممنون برای این که کمک کردی تا آن را پیدا کنم دستور زبان کلمات سوالی کی مثال کی کلاس شروع می شود چه مثال چه چیزی برای سفر لازم داریم ضرب المثل در باغ سبز نشان دادن با وعده و وعید فریب دادن در حوضی که ماهی نیست قورباغه سپهسالار است در جایی که آدم شایسته ای نیست آدم ناشایست مدیر می شود جمله های رایج چیزی نظرم را جلب کرد یک لطفی در حقم می کنی؟ راه حلی برای این مشکل داری؟ همه چیز خوب پیش می رود شعر علاج ضعف دل ما کرشمه ساقی است برار سر که طبیب آمد و دوا آورد حافظ کلمه روز وفادار وفادار معنی مثال سگ به صاحب خود وفادار است ابزارها تبر اره دستی میخ پیچ سوهان انبرده است سنباده نوار متر گفتگو فروشنده شما کمکی نیاز ندارید؟ مهناز بله من به دنبال یک کیف دستی می گردم فروشنده همه کیف های ما
این قسمت هستند. چه نوع کیفی می خواهید؟ مهناز: یک کیف نسبتاً متوسط با رنگ روشن. فروشنده: این چطور است؟ مهناز: کمی بزرگ است. فروشنده: این یکی چطور است؟ مهناز: خوب است. قیمت آن چند است؟ فروشنده: 50,000 تومان. مهناز: بسیار خوب، همین را می خرم. اصطلاح روز: کاسه کوزه ها را سر کسی شکستن. معنی: فردی را مقصر جلوه دادن و همه مشکلات را به عهده او گذاشتن. خواندن: برج آزادی یکی از نمادهای شهر تهران است. این برج بیش از 40 سال پیش توسط معمار ایرانی حسین امانت ساخته شده است. برج آزادی در گذشته برج شهیاد نام داشت و برای یادبود جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی ایران طراحی شده بود. میدان آزادی که برج آزادی در آن قرار دارد، بزرگترین میدان شهر تهران است. برج شهیاد پس از انقلاب ایران در سال 1979 میلادی به نام برج آزادی معروف شده است. کلمات جدید: وعده و وعید، حوز، قورباغه، شایسته، گرو گذاشتن، ناشایست، همه کاره، مجال، جلب کردن، حق، ابراز داشتن، متوسط، پیش رفتن، سبوح، سنم، آنگاه، فرخ، پیش آور، کثیف، سینک، یاد بود، وان، توالت، کوزه، مقصر، جلوه دادن، آیین نامه، برفراز، بر عهده گذاشتن، برج، قوی بودن، نسبتاً.